بسم الله الرحمن الرحيم. ما قرآن را به حق نازل کردیم، به حق نازل شد و تو را جز به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم. بگو الله را بخوانید یا رحمان را، هر کدام را بخوانید الله را بخوانید، ذات پاکش یکیست. امروز مراسمی برای 18 سالگرد شهید ادواردو آنیلی، یا بهتر بگیم شهید مهدی آنیلی، در این دانشگاه در سالن شهید چمران به همت نهاد مقام معظم رهبری و به همت و کمک انجمن که به نام این شهید نامیده شده است داره برگزار میشه. در کنار این و به بهانه این 18 سالگرد، اولین همایش برای نومسلمانان در ایران و در دانشگاه تهران داره برگزار میشه. این همایش در نوع خودش تقریبا تا به حال اتفاق نیفتاده است که سعی شده تمام نومسلمانان شناخته شده ای که به دین اسلام مشرف شدند اینجا دعوت بشند و در خدمتشون باشیم در این مراسم و از تجربیاتشون و تبادل تجربیاتشون استفاده بکنیم. معرفی خود ادوارد آنیلی به عنوان یک تلنگر توی وجود هر کدوم از ما، چه داخلی چه خارجی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، فکر میکنیم که یک آیتی هست که خداوند ادواردو رو فرستاده، نه که فرستاده باشه، انتخاب کرده که برای ما تلنگر باشه که ما کجا هستیم، دینمون چیه. ادواردایی که همه چیز داشت، هر چیزی که انتهای آرزو آمال هر کسی هست، فیات، اویکو، لامبورگینی، لانچیا، باشگاه یوونتوس، ماشین فراری، هر چیزی که فکر میکنی برندترینش مال اینه، اما این فرد همه اینها رو میذاره کنار و مسلمان میشه و برای اسلام میجنگه. این مراسم میتواند آغازی باشد و شروعی باشد برای یک همایشی، برای یک گرد همایی، برای یک انجمنی و یک اتاق فکری در راستای تبلیغ اسلام و برای تبلیغ نامه‌ای که مقام معظم رهبری به عنوان نامه‌ای برای تو و جوانان اروپایی نوشتن. این رو باید ما قدر بدونیم که در این فضای فرهنگی جهان امروز یک ندایی بلند شده است، یک صدایی بلند شده است که داره مردم رو به سمت هدایت میخونه و مخاطب این ندا قلب هاست. آنچنان که مرحوم شهید آنیلی قلبش رو باز کرد، به تعبیر قرآن یشرح صدره للاسلام، قلب خودش رو فرا گشاد و دریچه های قلب رو گشود تا نور هدایت بر این قلب بتابه. و ما معتقدیم که اگر کسی قلب خودش رو مخاطب کلام الهی قرار بدهد، قطعا این کلام الهی میتواند تاثیرگذار باشه در قلب او و او رو به سمت هدایت، به سمت رشد، به سمت کمال ببره. اما ما باید زمینه‌هاشو فراهم کنیم. زمینه‌های این تابیدن نور الهی میتونه با همچین همایش‌های اتفاق بیفته، با اینکه افراد همدیگر رو پیدا کنن، همدیگر رو بشناسن، تبدیل بشن به یک شبکه انسانی، شبکه سازی اتفاق بیفته برای رساندن اون حرف اسلام و اون ندای اسلام و اون سعادت اسلام که کمال هست، کمال بشری هست و سعادت بشری هست. الحمدلله، خدا را شکر میکنم که اسلام واقعی را پیدا کردم، اسلام رحمان را پیدا کردم، اسلام محمدی واقعی و اهل بیتی را پیدا کردم که مخالف همین اسلام داعشی رو که الان تو
هر جایی که میریم تو دنیا میبینیم اسلام وهابیت که الان تو دنیا منتشر شده. الحمدلله خدا رو شکر میکنم که این اسلام رحمانی رو رحمان رو رحمت رو پیدا کردم و انشاءالله دعا میکنم که این اسلام در هر جایی در تمام دنیا منتشر هم بشه. Magandang hapon Iran. Dati qablan man Masihi budam, Baptist budam. Baad ye dostam musalman bud ba man jidal dasht va man bavar dashtam ke Khoda se ta bud. Vali o yek ta Khoda dasht. اون موقع یک فیلم اسلامی برای من نشون داد. بعد از اون موقع فهمیدم که باید خدا یک تا باشه. دون نا لیوانگان اکو نا ای ایسا لنگ انگ جوس. این شبکه سازی یک سنت اسلامی هست در تبلیغ. ما می‌بینیم در زمان خود رسول مکرم اسلام اصحاب اون حضرت وقتی حضرت در مکه بودند و در ضعف تلقی می‌شد جایگاه ایشون قاعدتاً، اما با یارانی راسخ تونستن ندای اسلام رو به تمام جهان اون روز برسانند و به فاصله اندکی تمام جهان رو تحت تأثیر این ندا قرار بدن و خیلی ها آمدند و این قلب خودشون رو باز کردند و این ندا رو پذیرفتند. قطعا شیطان و حزب شیطان و سربازان شیطان با این ندا و با این گسترش مخالفت خواهند کرد، با تبلیغات سوء، با ایجاد مانع، با همه ابزارهایی که دارن، که یکی از اون ابزارها حذف فیزیکی هست که امثال شهید آنیلی رو حذف کنند تا نامی از اونها باقی نمونه. اما باید بدانیم که هر چقدر هم که سعی بکنن یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اونها سعی میکنن با فوت کردن با دهان خودشون نور خدا رو خاموش کنن، والله متم نوره، خداوند این نام رو بلند خواهد کرد، بزرگ خواهد کرد و اوست که به این نام و به این راه و به این حرکت برکت میده.